اگر من بخوام اینجا حالا یه تصویر دیگه هم روی این تصویر بندازم و پیکچر این پیکچر بکنم یعنی دو تا تصویر کنار هم یا روی هم دیگه باشه چطور یا اگر اصلا خواستم کلا این تصویر رو یه عکس جاش بذارم برای این کار میتونم بیام توی این آیکون عکس و توی آیفوتو فوتو لابراریم. این عکس رو ممکن من دوست داشته باشم همین عکس رو من اینجا درگش میکنم روی این فوتیجی که اینجا دارم و به محض اینکه ولش بکنم حالا اینجا بر من چندین و چند عنوان مختلف میاد ریپلیس رو اگر بزنم کلا این کلیپ رو با این عکس جانشین میکنه و خودش هم یه انیمه همون اینه اون چیزی که تو درس قبل کمبرنز دیدیم بهش نسبت میده اگر اینسرت بکنم همونطور که از آیکونش هم مشخص هست اینو اون وسط اون دوتا میذاره و اینسرتش میکنه یه چیزی خیلی شبیه اون فلش فریمی که توی دفعه قبل با هم دیدیم شما از وسط کلیپ فلش فریم میزدید دو تیکه میکرد کلیپ رو اینجا بازی یه همچین اتفاقی میفته تا اینجا کلیپ اول اینسرت شده فریم وسط و حالا انتهای کلیپ اگر هم بیام اینجا از عنوان کاتوی استفاده بکنم یه همچین اتفاقی میفته یعنی در واقع تا اینجا کلیپ شماره یک منه کات میزنه به این یکی یعنی در واقع از اه... کاتوی استفاده میکنه تا اینجا و حالا اینجا دوباره برمیگردیم سر همون کلیپ که پایین داشتیم من میتونم یکم کوچیک بکنم بگم مثلا این کاتوی من تا اینجا باشه نه تا اونجایی که دیدیم و حالا مثلا تا بگم تا اینجا کافی باشه خب حالا کات میخوره به این یکی و حالا دوباره کلیپ بعد این هم از کاتوی هستش اگه دوست نداشتین میتونین حذفش بکنین باز به همین صورت یه عنوان دیگه داریم اینجا که پیکچر این پیکچر هست فکر میکنم خیلی واضحه این عنوان حتی توی تلویزیون ها هم این عنوان پیکچر این پیکچر الان خیلی هستش و زیاد شده ام... که دقیقا شما این تصویر رو این بالا پیکچر این پیکچر میبینید اگه خواستید میتونید جابجاش بکنید مثلا بیارید اینجا اگر دوست داشتید میتونید اصلا کادر دیگه رو براش انتخاب بکنید و حالا چیزهای دیگه که توی ادامه درس با هم میبینیم من میتونم اینجا بیام روش دابل کلیک بکنم بگم که خب حالا اینجا من توی این قسمت بوردر میخوام دورش یه بوردر یا یه خط بندازم. رنگش هم میتونه مشکی سفید یا خاکستری باشه دراپ شدو داشته باشه یا نداشته باشه با فید بیا توی تصویر و بره که این عنوان هست بعد میتونید اجاسمنت هم براش تنظیم بکنید که خب حالا به اینم توی درس های بعدی میرسیم اگر خواستید دوباره این رو میزنم و شما حالا اگه اینجا این cropping کمبرز and روتیشن رو بزنید میتونید اصلا قابتون رو تنظیم بکنید میتونید بگید که استارت من اینجا باشه اند من اینجا باشه که حالا در مورد این کمبرز بعدا بیشتر صحبت میکنیم فعلا برای این قسمت پیکچرین پیکچر این پیکچر بخوایم ببینیم یه همچین اتفاق میفته که خیلی هم ناجور بود حالا برای اینکه بیشتر از این آب ریزی نشه من پاکش میکنم عنوان بعدی که اینجا داریم ساید بای ساید دو تا تصویر شما رو کنار هم دیگه میذاره باز عین تنظیماتی که واسه پیکچر این پیکچر داشتید رو هم باز اینجا دارید برای هر دو عنوان من فکر کنم دیگه توضیح دیگه نیاز نداشته باشم من پاکش میکنم و این دو تا عنوان آخر که گرین اسکرین و بلو اسکرین هست اگر شما جلوی پرده سبز یا پرده آبی فیلم کرده باشید و بخواید حذف بکنه خود نرم اون رو از پشتش میتونید با این عنوان اون تصویر رو اضافه بکنید یعنی تصویر دومی که شما اضافه میکنید و این رو قرار میگیره اگه پرده آبی داشته باشه یا پرده سبز حذف میشه اگه یکی از این دو تا عنوان رو انتخاب بکنید و یه مقدار مشکلش اینه که کنترل خیلی خاصی در اختیار شما نمیذاره خودش این کار را انجام میده و شاید این کار یه خورده سخت بکنه قضیه رو از جهت کنترل کردن و پرده سبز یا آبی که دارید در این حال این عنوان هم هست اینجا اگه خواستید میتونید ازش استفاده بکنید هرچند که برای نرم افزار خونگی مجانی شاید یه کمی بعضی جاها این اتفاق اون قدرتی که شما انتظار دارید رو نداشته باشه من اینجا کنسل رو میزنم عین همین امکانات رو شما برای فیلم ها و کلیپ هاتون هم دارید به طور مثال من اگر این کلیپ رو اینجا انتخاب بکنم دقیقا همین کار رو میتونم بکنم چند تا عنوان هم اضافه تر اینجا میاد یکی آدیو اونلیه که فقط صدای اون کلیپ رو به این اضافه میکنه و دو تا عنوان دیگه هم اینجا هست یکی ریپلیس ات پلی هده یعنی از جایی که این پلی هده من هست اینو ریپلیس کن اگر من بزنم یه همچین اتفاقی میفته عنوان دیگه که داره ریپلیس فرام استارته یعنی من این کسل رو من اینجا میزنم به طور مثال اگر اینجا من دو هفت دامه ثانیه از کلیپم چیزی که اینجا انتخاب کردم فکر میکنم یه چیزی سه ثانیه باشه اگه اشتباه نکرده باشم چون زمان این دوتا با هم نمیخونه و زمان اینی که الان توی تایمدان هست کمتر از اون چیزی که من انتخاب کردم میاد میگه خب میخوای نقطه شروع این چیزی رو که انتخاب کردی با این هماهنگ کنم که من اگه اینجا بزنم from the start میاد از شروع اون کلیپ استفاده میکنه بلعکسش هم اگر من آره خب این یکی مثلا کوتاهتر بود یه خورده من بیشتر انتخاب میکنم چهار ثانیه من مثلا انتخاب میکنم حالا من اگه بگم ریپلیس فرام اند از انتها میاد این کلیپ رو با اون کلیپ ست میکنه میگه ترانزیشن حذف شد هیچ اشکال نداره اینجا ما الان میبینیم که همچین اتفاقی افتاد اگر شما خواستید ترانزیشن رو برگردونید میتونید خیلی راحت اینجا دابل کلیک بکنید بگید من میخوام یه ذره از این کلیپ اضافه تر باشه که این فضایی که بین این دوتا اوورلپ میشه بتونه ترانزیشن قرار بگیره ترانزیشن حتما به یه مقدار اضافه تر از انتهای کلیپ یا ابتدای کلیپ نیاز داره برای اینکه اون قسمت رو با قسمت پایینی ترکیب کنه این وسط الان ترانزیشن میتونه اتفاق بیفته که من حالا اگر بیام اینجا و پیست رو بزنم حالا دیگه این اتفاق میتونه بیفته یا مثلا اگه بگم cross dissolve باز به همین صورت اگرم من بخوام چند تا من آن دو بکنم یک بار دیگه در مورد پیکچر این پیکچر و کاتوی هم باز به همین صورت هست در مورد سایت بای سایت هم عین همون چیزی که در مورد عکس دیدیم پیکچر این پیکچر رو من میزنم حالا اینجا دوباره شما میبینید که بالایی همون این همون حالتی که عکس داشت اینجا هستش اگر بخوام میتونم انتخابش بکنم جا به جاش بکنم بزرگ و کوچکش بکنم اینجا اگر من کلیک بکنم میتونم کراپینگ ان روتیشن رو بزنم بگم مثلا من این کادر رو ازش میخوام توی کراپ و حالا دان رو بزنم در مورد این چیزهایی که این گوشه هستش توی درس بعدی با هم خیلی تکمیلتر خواهیم دید که چه چیزهایی هست فعلا برای این درس و عناوینی که اینجا داشتیم من فکر میکنم این توضیحات کافی باشه